به نام خداوند بخشنده مهربان. گواهی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یارانش و بیان فضیلت و برتری آنها و درس هایی که می شود از آن استفاده نمود. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ترجمة. و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و برای آنها باغهای از بهشت آماده کرده است که نهرهای از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. این کامیابی بزرگی است و گواهی می دهم بر این که نیست معبود بر حق جز الله واحد و یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. همان طوری که خداوند متعال برای رسالت و پیامبری خود کسانی را برمی گزیند که طبق فطرت، پاکی قلب، صفایی ذهن، طبیعت سخاوتمند و اخلاق بزرگ و بلند آنها را بخواهد، همین طور برای همراهی پیامبران خود و دفاع از آنها کسانی را انتخاب میکند که بتوانند این امانت را با صداقت و فداکاری انجام بدهند. چون خداوند متعال میفرماید: الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. ترجمه آن زیر می باشد: خداوند از فرشتگان رسولانی را برمیگزیند و نیز از مردم بیگمان خداوند شنوای بیناست. بنابراین یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم پاک قلب‌ترین، دانشمندترین، بی‌تکلف‌ترین این امت بودند. در این امر جای شگفت و تعجب نیست، چون آنها کسانی هستند که خداوند آنها را برای یاری پیامبر خود و بر پای دین خود و تبلیغ آن و جهانیان انتخاب نموده است. در واقع سخن گفتن پیرامون یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن گفتن درباره بهترین بشریت پس از پیامبران الهی می باشد، زیرا از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که می گوید: منظور از کسانی برگزیده شده در این فرموده خداوند متعال که ترجمه آن زیر می باشد: ای پیامبر، بگو حمد و سپاس مخصوص خداوند است و سلام بر بندگانش، کسانی که او آنها را برمی گزیده است. آنها یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و همچنین از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که می فرماید: خداوند متعال به قلوب بندگان خود نظر انداخت، پس قلب محمد صلی الله علیه و سلم را بهترین قلب دریافت، پس آن را برای خود برگزید و او را با رسالت خود برای هدایت بشر فرستاد. سپس بعد از قلب محمد صلی الله علیه و سلم به قلوب بندگان خود نظر انداخت، پس قلوب اصحاب را بهترین قلوب دریافت، پس آنها را وزرا و مدافعین پیامبر خود برگزید. پس آنچه را که مسلمان نیک بپندارد، پس آن نزد خداوند متعال نیز نیک است، و آنچه را که مسلمان بد بپندارد، آن چیز نزد خداوند نیز بد و زشت است. بدون تردید کسی که پیرامون قرآن کریم تفکر و تدبر نماید، بلندی جایگاه و بزرگی، فضل و برتری یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را درک می کند. پس آنان کسانی هستند که خداوند از ایشان راضی و خوشنود شده و به صداقت ایمان آنها گواهی داده است. چون خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: براستی خداوند از مؤمنان هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود شد، پس آنچه که در درون دلهایشان بوده دانست، لذا آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی و فتح نزدیک را به آنها پاداش داد. مفسرین می گویند: یعنی آنچه در دل آنها از صبر، صداقت و فداداری، شنیدن و فرمانبرداری و نیکی، بصیرتشان نسبت به خالقی که آنها را هدایت نموده وجود دارد را دانست. و خداوند کریم اصحاب پیامبر خود را در چنین جای قرآن کریم توصیف و تزکیه نموده است. از آن جمله ترجمه آن زیر می باشد: کسانی که دعوت خدا و پیامبر را پس از آن که در میدان احد به آنان زخم و جراحت رسید اجابت کردند، برای کسانی که از آنها نیکی و پرهیزگاری کردند پاداش بزرگی است. کسانی که مردم به آنان گفتند مردم مشرکان مکه برای جنگ با شما گرد آمده اند، پس از آنها بترسید، این سخن بر ایمانشان افزوده و گفتند: خدا مرا بس از و بهترین حامی است. پس به نعمت و فضل خداوند از میدان جنگ بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید و خوشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. و این فرموده خداوند متعال در شان مهاجرین و انصار که فرموده است و ترجمه آن زیر می باشد: این اموال برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شدند، از الله فضل و خوشنودی می طلبند
و الله و پیامبرش را یاری میکنند، آنها رسبویان و نیز کسانی که پیش از آنان در دیار خود مدینه جای گرفتند و ایمان آورده بودند، کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دلهای خود از آنچه به مهاجران داده شده احساس حسد و نیازی نمی‌کنند و آنها را بر خود مقدم می‌دارند، هرچند خودشان نیازمند باشند. و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته آن پس آنها رستگانند. همچنین آیات دیگری از قرآن کریم آمده تا یاد و خاطرات اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را به بالغترین و اطراگین‌ترین ثنا و ستایش توصیف کنند و همچنین با بزرگترین و زیباترین تقدیر و احترام جاودان بسازد. و احادیث صحیح نبوی نیز آمده تا بر جایگاه آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گواهی بدهد و فداکاری ها و عزم راستین آنها را آشکار بسازد. پس آنها هستند که پیامبر را گرامی داشتند و یاریش نمودند و از نوری که با او نازل شده پیروی کردند و محبت او را بر محبت جان و اهلشان و محبت همه مردم مقدم ساختند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان بلندترین جایزه را دارد و به بزرگترین مناقب تاجگذاریشان کرد، طوری که در بسیاری از مناسبت های خوب برای آنها گواهی داد. پس فرمود بهترین مردم کسانی هستند که در قرن من زندگی میکنند، سپس کسانی که با آنها نزدیکترند و سپس کسانی که با آنها نزدیکترند. همچنین میفرماید ستارگان آرامش آسمانند، پس وقت ستاره ها بروند بر آسمان آن چه میآید که وعده داده شده است و من آرامش یارانم هستم، و پس هرگاه من بروم برای یارانم آن چه میآید که وعده داده شده است و یارانم آرامش امتم هستند، وقت یارانم بروند بر امتم آن چه میآید که وعده داده شده است. و می فرماید همیشه شما بخیر می باشد تا وقت میان شما کسی باشد که مرا دیده و با من صحبت نموده است. سوگن با الله همیشه شما بخیر می باشد تا وقت میان شما کسی بوده باشد که یکی از یاران مرا دیده و با او صحبت نموده باشد. سوگن با الله شما هنوز بخیر می باشد تا وقت میان شما کسی بوده باشد که کسی را دیده که یکی از یاران مرا دیده است و با کسی صحبت نموده که با یکی از یاران من صحبت نموده است. و برتری کسانی که بعد از یاران پیامبر آمدند به شرافت صحبت و دیدار یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برخی از اصحاب را با ثنای ویژه ذکر نموده، چون آنها در فضیلت و برتری سبقت و بیشی گرفتند و ویژه سابقان و نخستان آنها. پس می فرماید مهربان ترین امتم به امتان دیگر بی ابو بکر است و قوی ترین آنها در امر خداوند عمر و صاحب صادقانه ترین حیا عثمان و غازی ترین آنها علی بن ابی طالب است و امین امتم ابو عبیده بن جراح و دانشمند ترین امتم بر حلال و حرام معاذ و قاری ترین آنها عبی بن کعب و فرزدان ترین آنها زید می باشد. و روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین رضی الله عنهم به کوه احد برآمدند، پس کوه از خوشی اصحاب با پیامبر صلی الله علیه و سلم بلرز آمد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای احد ثابت باش، چون بر تو پیامبر صدیق و دو شهید هستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیرامون جایگاه ابوبکر و عمر رضی الله عنه فرمود همانا اصحاب که درجات بلند را کسانی که پایین تر از آنها هستند طوری میبینند که آنها مانند ستاره درخشان در آسمان هستند و ابوبکر و عمر از آنها اصحاب درجات بلند هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حریص بود تا جایگاه اصحاب خود را آشکار سازد و شرافت و قدرت آنها را بیان نماید تا باشد آنها تشویق نموده و همت ها را بیدار کرده باشد تا که برای دیگران الگو و نمونه قرار گیرند. پس در مورد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می فرماید مرا درباره یاری اذیت نکنید، چون خداوند متعال مرا با هدایت و دین حق فرستاده. شما گفتید دروغ میگویی و ابوبکر فرمود راست میگویی، و اگر خداوند او را صاحب مسمى نمیکرد حتما او را خلیل میگرفتم. ولیکن بخاری و دیگران و لفظ از طبرانی است. و درباره عمر رضی الله عنه میفرماید همه نه خداوند متعال حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است. و درباره عثمان رضی الله تعالی عنه میگوید آیا از کسی که فرشتگان حیا میکنند من حیا نکنم؟ و در مورد علی رضی الله عنه میفرماید تو از من و من از تو هستم. در واقع کسانی که پیرامون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره اصحاب تحقق و تدبر نماید ترک میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم زیباترین نمونه وفاداری و دوستی و صداقت را زده و نیکوترین رفتار را با یاران خود داشته است، طوری که در تاریخ مثیل آن را نمیشود دریافت. او صلی الله علیه و سلم درد آنها را احساس میکرد و بر آنها مهربان بود و غایب آنها را میپرسید، از بیماری آنها بازدید میکرد و جنازه آنها حاضر میشد، دعوت آنها را میپذیرفت، در مورد هر امری با آنها مشورت میکرد، بار تواضع را بر آنها خم میکرد، دین آنها را ادا میکرد و برای آنها و فرزندانش دعا مینمود. از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم بر عثمان بن مظعون رضی الله عنه وارد شد در حالی که او مرده بود، پس بر او خم شد و او را بوسید، سپس به حد گریه کرد که آب دیده بر رویش جاری شد.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی پس از جنگی که میان آنها با مشرکین به وقوع پیوسته بود، یاران خود را بازدید کرد و برایشان گفت: آیا کسی از میان شما مفقود است؟ گفتند: بله، فلان و فلان. کسی سپس گفت: آیا کسی دیگر نیز از میان شما مفقود است؟ بله. پس در میان کشته شدگان جستجو شد و او را در میان 7 مرده دریافتند که آنها را او کشته بود. سپس دشمن او را کشتند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و بر او استاد شد و فرمود: 7 نفر را کشته و سپس آنها او را کشتند. این از من و من از اینم، این از من و من از اینم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم او را بر بازوان خود حمل کرد و با تنها دستان خود را در قبرش گذاشت و فرمود: من به هر مسلمان از نفسش بهترم، کسی که پس از مرگ خود مال را به جا بگذارد پس آن مال از اهلش است، و کسی که قرض یا زیای به جا بگذارد پس از آن از من و بر من است. ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار جهانیان است، و گواهی میدهم بر این که نیز معبود برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، پیامبر صلی الله علیه و سلم همه امت را توصیه نموده که به اصحابش احترام بگذارند و از بی احترامی بر آنها و یا از کم کردن حق احترام آنها هشدار داده است و بیان نموده که دوست داشتن آنها دلیل دوست داشتن خود پیامبر صلی الله علیه و سلم است و نفرت از آنها دلیل نفرت از پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس فرموده است: الله الله در یارانم، بعد از من آنها را غرضی نگیرد. پس کسی که آنها را دوست می‌دارد در واقع به محبت و من آنها را دوست داشته است، و کسی که از آنها نفرت کند در حقیقت از نفرت کردن با من آنها را نفرت کرده است. کسی که آنها را اذیت کند در واقع من را اذیت کرده است، و کسی که مرا اذیت کند در حقیقت خدا را اذیت کرده است، و کسی که خدا را اذیت کند نزدیک است او را مؤاخذه کند. در حدیث دیگری فرموده: اصحابم را دشنام ندهید، بس اگر کسی یکی از شما به اندازه کوه احد طلا را در راه خدا مصرف کند، نمیتواند به اندازه یکی آنها یا نیم یکی آنها را برسد. و می فرماید: همانا خداوند متعال مرا برگزیده و با من اصحابم را برگزیده است، پس از میان آنها برای من وزرا، همکاران و خویشاوندان قرار داده است. در واقع کسی که پیرامون سیرت و شمایل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر بندازد، درک می کند که آنها این درجه بلند و جایگاه عالی را توسط اخلاص به خداوند، راستی محبتشان به پیامبر صلی الله علیه و سلم، جهاد با نفسهایشان، همکاری و دفاع از حق و حقیقت، ترجیح دادن منفعت عمومی بر منفعت شخصی و نیک اخلاقی و نیک رفتاری با همه مردم دریافت کردن و به این درجه رسیدن، پس مستحق ثنا و توصیف خداوند شدن و اهلیت محبت، همراهی و اعتماد پیامبر صلی الله علیه و سلم را کسب کردن. نسل صحابه در تغییر منهج زندگی از میان برداشتن تاریکی های باطل و ستمی که پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم همه گوشه و کنار جهان را گرفته بود، دست بالا و سابقه دار هستند. پس عربی زندگی را در پرتو وحی الهی به سوی حق، عدالت و برابری چرخاندن. بنابراین محبت و دوست داشتن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت است، و دعا کردن برای آنها ثواب و نزدیکی به خداوند و اقتدا کردن با آنها وسیله و در منهاج آنها رفتن فضیلت و برتری می باشد. خداوند متعال پس از آن که توصیف مهاجرین و انصار را بیان می کند، می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: و نیز کسانی که بعد از آنها، بعد از مهاجرین و انصار آمدن، می گویند: پروردگار ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتن بیامرز، و در دلهای ما کینه نسبت به کسانی که ایمان آوردن قرار می دهی. پروردگار بیگمان تو رؤوف و مهربانی. امام رازی رحمه الله می فرماید: باید کسانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدن آنها را در دعا و رحمت یادآوری کنند. بنا آن ما تاکید می کنیم که سخن گفتن پیرامون جایگاه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و بیان کردن فضیلت آنها نقش رهبریت و الگوی نیکو در نفس فرزندان و جوانان ما تقویت می کند، چون تربیت با الگو گرفتن از رهبریت در استحکام سیستم ارزش های نیک، اخلاق عالی و رفتار مثبت در جامعه به طور کل و بر اطفال و جوانان به طور ویژه تاثیر قوی دارد، و بر جوانان ما واجب است تا به فکر و اندیشه میانه روی و معتدل برخواسته از درک درست اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از اسلام چنگ بزنند، و باید دارای شخصیت متمایز بوده باشند تا بتوانند مسئولیت رساله را تحمل کنند و امانت را ادا نمایند و کشتی نجات امت اسلامی به سوی کامیابی رهبری کنند، تا باشند امت را از حیرت و سرگردانی نجات بدهند و با راه رشد و امنیت و سعادت و استقرار و پیشرفت برسانند و رهنمایی کنند. پس ای کاش ما بتوانیم قدر و جایگاه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را درک نماییم و با اخلاق آنها اقتدا کنیم و در منهج آنها رفتار نماییم و سیرت آنها روحیه فداکاری، نفقه، بخشش و فدای نفس و مال و فرزند را بیاموزیم و برای آبادانی این جهان و ساختن تمدن و منفعت وطن و شهروند به تعقیب آنها حرکت نماییم.
تا حقیقت و تحمل اسلام برای جهانیان آشکار گردید.